احمدشاه مسعود فقط اسمی از دوران جهادی نیست، بلکه چهره ایست کانونی در دعوا بر سر آینده افغانستان. احمدشاه مسعود کی بود و از خود چه بر جای گذاشت؟ سلام. در تاریخ جنبش‌های مسلحانه در سده 20 کم نداریم رهبرانی که یک جنبش مقاومت را هدایت کردند، ولی پس از دوران مقاومت نامشان محل اختلاف نظر شد. از دوگل تا تیتو تا احمدشاه مسعود همگی کارنامه‌ای به جا گذاشتند که به مرور مورد پرسش واقع شد. شماری از این رهبران بخت آن را داشتند که در رأس یک جنبش پیروز قرار بگیرند و به این دلیل قضاوت در مورد آنان کمی دیرتر وضوح و صراحت پیدا کرد. شماری از آنان در کوران جنگ‌های مقاومت کشته شدند. طرفه آنکه این گروه دوم از نظر حرمت نامی که از خود به جا گذاشتند بخت بلندتری داشتند. احمدشاه مسعود در این دسته قرار دارد، هرچند این حرمت باعث نشده او مورد قضاوت صریح قرار نگیرد، به ویژه در سالهای اخیر. بی‌دلیل نیست که هر سال در مراسم بزرگداشت احمدشاه مسعود دعوا بر سر میراث او بیشتر بالا می‌گیرد. احمدشاه مسعود کی بود و چه کرد؟ این پرسش را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. عبدالوکیل سلمل شینواری، نویسنده‌ای که کارش ادبیات است اما تاریخ افغانستان را خوب می‌داند، می‌گوید خطاهای فاحش احمدشاه مسعود امکان برساختن چهره‌ای آرمانی از او را ناممکن می‌کند. اما ظهیر محسنی، تحلیلگر مسائل افغانستان، می‌گوید مسعود را باید در ظرف زمانی خودش قضاوت کرد. در آن صورت او در تاریخ دهه‌های اخیر افغانستان در خوشنامی رقیب نخواهد داشت. خیلی خوش آمدید آقای شینواری. به ما بگید، در واقع از قلب ماجرا شروع کنیم، به ما بگید خطاهای احمدشاه مسعود به ترتیب زمانی چی بود؟ پیش از اینکه به خطای فاحشی که چهره مسعود خشدار ساخته، میخوایم کمی از اوصاف خوبی که او داشت و هم مرور کنم. و او این است که احمدشاه مسعود شخصیت کاریزماتیک بود و در عوارض چهار دهه اخیر نقش خود داشت و آدم مدیر خوبی جنگ‌های چریکی و گورلایی و بعدتر هم جنگ‌های مدرن بود، یک استراتژیست آگاه بود، یک آدم، یک شخصیت تمام عیار بود، کاکا بود و دوری می‌جست از ثروت اندوزی و از اعمار قصرهایی که امروز طرفدارانشان داره و در ضمن یک استراتژیست خوب بود، یک سیاستمدار سر تاریخ هم تسلط داشت. با واسطه از اینکه ما با تاریخی که او برداشته داشتم موافق نیستم در بعضی سایشان. اما میایم سر خطاهای خود. از او این شروع میشه از اوائلی که در جنبش بنیادگرایی میپیونده و در مو سال در سال 1974 اختشاش های زیر دولت رهبری میکنه که در پشت او اختشاش ها حکومت پاکستان بود و این بعدتر خودش هم می اشتباره وزیر در پنشیر اختشاش رهبری کرد که البته ناکام هم شد و در خود نصرالله بابر وزیر داخله میره اعتراف کرده که وظیفه و دستور وزیر داخله پاکستان. بله. در آستانه تعویض رژیم دکتر نجیب الله هم اولین اشتباهش خود ائتلاف جبهه شمال بود. دوم خونسازی پلان ملل متحد بود که زمینه را مساعد می‌ساخت به حکومت موقت و بی‌طرف. منظورتون همون طرح مصالحه ملی نجیب بود؟ بله، بین انسوان، طرح بین انسوان و ملی نجیب. و
دیگه اشتباهی از این که طرف جنگای داخلی واقع شد، اول با حکمتیار، دوم با اطلاعی که خودی ساخته بود با خودی هم متلیپین خود به یک جنگ خونین وارد شد و این فاجعه بار آورد. سوم موردی که در موردی او صدق میکنن خود امی اسارت نجیب، یک عفو عمومی اعلان شد مگر نجیب در چیز نگاه داشته شد و تا آخر اونو با شهادت از او انجامی توسط طالبان. این امی کارایی بود که شخصیت از او را خاصدار ساخته و کارایی شد که برای یک فاجعه نو راه را مساعد ساخت. آقای محسنی شما موافق نیستید، ما بگید چرا؟ در مورد شخصیت‌های تاریخی گفتنی خیلی زیاد است از جهات مخالف و موافق. از نظر ما وقتی بخوایم شخصیت احمد شاه مسعود بشناسیم ناگزیر دو تا مقدمه کوتاه عرض کنم. یکی که قهرمان چی معنا میده از نظر لغوی. در لغتنامه های پارسی یا فارسی قهرمان معرب شده کلمه قهرمان فارسی است که قهر همان کار است، مان یا منم، مرد یا انسان پرکار و پرتوانی که صدها را پی هم بشکنه و به دل مردم امید خلق کنه. مسعود به نظر ما مطلقاً این صفت داشت و به وجه احسن هم داشت. و وقتی ما بخوایم پی ببریم که چرا احمد شاه مسعود قهرمان شد، باید دقت کنیم که در چه جوی قهرمان شد. یکی این که باید در نظر داشته باشیم که همیشه ملت‌هایی که تحت تجاوز و ستم قرار می‌گیره، محیط اجتماعی از اونا پرورشگاه قهرمان میشه. افغانستان کشور فقیر بود قبل از کودتای هفت ثورم، اما محاسنی که حکومت‌های قبل از کودتا داشت ای بود که پوهنتون یا دانشگاه توسط علما اداره میشد، اداره ها توسط مدیران مجرب و کارکشته اداره میشد و شفاخانه ها خلاصه هر کار تا حدودی به اهلش سپرده شده بود. من نمیخوایم پنهان بکنم که حکومت های قبل از کودتا هم نقایص داشت، یقینا داشت، حتی به دیدگاه تبعیض‌آمیز داشت، اما امنیت برای مردم تأمین کرده بود. وقتی که کودتا شد متاسفانه همه چیز به هم ریخت. اولین مشکلی که برای افغانستان خلق شد این بود که مطابق آمار منتشره سازمان ملل در هلسینکی که او جلسه به نام جلسه هلسینکی معروف است، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با به قدرت رسیدن 85% دانشمندای افغانستان کشت. اگر اجازه بدین ما داخل قوس یک مطلب عرض بکنم، متاسفانه ما در افغانستان خود ما آمار دقیق نداریم، ناگزیر به آمار سازمان ملل تکیه میکنیم و این چیز خیلی ثقه نیست. اما در هر صورت این خیلی بعیدی از واقعیت ها هم نیست. دانشمندا کشته شدن، مدیران اجتماعی زندان شدن و تمام مردم دو را بیشتر نداشت، یا باید در کنج زندان ها با تحمل بدترین شکنجه ها شهید میشد یا مقاومت میکرد. ولی آیه محسنی، آقای شینباری میگه در همین تغییر تحولاتی که شما دارید به عنوان یک فصل فاجعه بار در تاریخ افغانستان ازش یاد میکنید، در تبدیل حکومت‌های پیش از 1979 به شرایط پس از اون، میگه آقای مسعود نقش داشته و در اعتراض‌ها به گفته ایشون اغتشاش‌های نقش در واقع رهبری کننده داشته که به گفته ایشون پاکستان پشتش بوده. من میرسیدم در اوام و عالی از همون نقطه شروع میکنم. درست است، این فرمایش آقای شینواری درست است، منتها آنچه که ما شناختی که از شخصیت احمد شاه مسعود دارم شامه تیز سیاسی داشت و متوجه شده بود که داوود خان
جناح چپ که در رقابت با جناح اخوانی ها بود. ما تصور میکنم تعبیری درست‌تر و دقیق‌تر برای از او زمان امی اخوان المسلمین یا اخوانی ها باشه، چون بنیادگرایی بعدها تشدید شد که عوامل خود داره. و در او زمان بله مسعود دست به این کار زد، اما یک چیز به نظر من، ما نباید سر آماری که کشورهای همسایه یا کشورهای زیدخل در جنگ افغانستان منتشر میکنه زیاد تکیه بکنیم. سر از اونا زیاد تکیه شده، ما باید عوامل داخلی را در نظر بگیریم. و عوامل داخلی را وقتی در نظر بگیریم، مردم امو رقمی که من عرض کردم مجبور شدن قیام بکنن. و در صدر از این قیام بدون تردید احمد شاه مسعود مؤثرترین چهره بود، اما تنها کسی نبود از نظر من که قهرمانی تک و تنها باشه. صدها مثل از او قهرمان بود، مجاهدان پاک باخته، عالم، بسیار کسای شما میشناسم، اما فرصت پروگرام برنامه اجازه نمیده که منام بگیرم. حتی اما یک نکته باید در این برنامه یادآوری شوه که ما مجاهدین زنم داشتیم. بله، بذارید از اصلی ترین نکته‌ای که به نظر من اصلی ترین نکته‌ای که آقای محسنی گفتن شروع کنیم. یک چهره مؤثر در تحولات افغانستان رو باید در ظرف زمانی در بستر همون تحولات بررسی کرد. آیا جوانی که تازه شروع کرده مجاهدت رو و احساس میکنه که حکومت مرکزی بیانگر خواستهای او و جوانانی چون او نیست، اگر این اعتراض رو شروع کنه و در موقعیت رهبری چنین اعتراضهایی قرار بگیره و بعد چندین دهه بعد مشخص بشه، البته اونم گفته یک وزیر داخلی پاکستانی که شاید خواسته بگه که ما در همه چیز دست داریم، یعنی اون رو هم که نباید به عنوان یک فکت، یک حقیقت انکارناپذیر پذیرفت، ولی اگر بعد از چندین دهه مشخص بشه که پاکستان هم نقش داشته، آیا این واقعا میشه یک لکه‌ای بر اون نام که در اون زمان جوانی بوده که می‌خواسته عملیات خودش رو نشان بده برای آینده افغانستان مجاهدت کرده؟ اول خب پیش گفتم که خود مسعود هم مطرب بوده چندین و طرفدارانش هم ابو اعتراف او را در چندین، یعنی اعتراف کردن که در آن زمان میدانستند یا اینکه میدانستند یا نه میدانستند. بله، مونتا امیر خودش هم گفته مطرب بوده که یک اشتباه بوده و یک گناه بوده که این کار را کرده. بخاطر این مسئله سریزی نیست که این علیه رژیم وقت موضع گرفته و مبارزه و مجاهده، این حقش بود و این تنها در این مبارزه این نبود، عذاب چپ هم بود، راست هم بود و این رژیم هم علیه اینا گرفته بودن. مسئله تنها امی خود امی سازماندی و طراحی از کدام کشور منشأ بگیره که همیشه ما مناسبات خراب داشتیم، اینمی نقطه اصلا بسیار مهم است. ما چرا به عوامل داخلی بسیار تکیه میکنم؟ به خاطر که در عوامل خارجی بسیار پرداخته میشه. شما مباحثی که در تلویزیونای افغانستان رایج شده و صاحب نظرها بحث میکنن، همیشه نقطه انتقاد طرف پاکستان است. ولی یک سوال اینجا است که اگر این پاکستان اینقدر قوی بود، چرا نتانست در دوران داود خان و ظاهر خان ایده های خود پیاده کنه که بعد از کودتای هفت ثور تانست؟ و این مسئله حتی از نظر سازمان های استخباری تیام کاملا جهاد افغانستان موجه می سازه که برحق بوده. متوجه هستم. بذارید به شروع زمانی برگردیم که دیگه احمد شاه مسعود یک رهبر مسلم کشوری بود، نفس ملی بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد که چرا من ازش اعتراض میکنم، پرهیز میکنم در این لحظه. اما زمانی که در سطح کشور دیگه مسعود در کنار سه چهار نام دیگه میتونستن رقم بزنن شرایط افغانستان رو با تصمیم هاشون، و یکی از این تصمیم های مهم نپیوستن احمد شاه مسعود به طرح مصالحه ملی نجیب بود، همجوری که آقای شینباری گفتن. چرا نکرد چنین کاری؟ خیلی مسئله دقیق خوب را
اشاره کردیم هر دو تایتون. وقتی که مصالحه ملی که در دوران ببرک کارمل اعلام شد و بعد او را دکتر نجیب الله ادامه داد، این را دورای کتابای تاریخی اگر بخوانیم به یک نتیجه دردآور می رسیم که او مصالحه نبود، در واقع نفاق و شقاق ملی بود. اگر مثال محلی ما خدمتتان عرض بکنم، قماندان های محلی که در محل که ما زندگی می کردم بعد از اینکه منطقهشان آزاد کرده بود دست به جنایات جنگی می زد، ما بسیار با تلاش چند نفر معلمی بودیم، تلاش کردیم که اینا را از قدرت بندازیم و اینا از قدرت افتادن. اما وقتی که مصالحه ملی اعلان شد، اینا رفت از دولت دکتر نجیب صدها میل اسلحه، میلیون ها افغانی و جنراتور، تلویزیون، ویدیو که او زمان چیزای نو بود دمو منطقه ای که من ازش گپ میزنم، یعنی هزارجات، اینا با این چیزا آمدن و دوباره به فساد شروع کردن. و فساد چی بود؟ فساد تقویه روحیه قومگرایی. هزاره محروم است؟ بله محروم است. اما آیا ای به این معناست که هیچ پشتونی محروم نیست؟ هیچ تاجک محروم نیست؟ افغانستان سراپا محروم است. و امیر روحیه همچنان شهود دیگه ای داریم. به نظر من حزب دموکراتیک خلق بعد از به قدرت رسیدنش از ریاست اقوام و قبایل سوی استفاده کرد. این مسئله را سریا بها در کتابش به نام رها در باد به خوبی شرح داده، دوستا اگر علاقه داشته باشن بخونن. شورای ملیت هزاره تیار شد، ریاست اقوام و قبایل، و حتی دولت به این اکتفا نکرد، گوندهای قومی ساخت. این نکته مهمیه. آیا طرح مصالحه ملی نجیب یا طرح سازمان ملل به گفته شما، این واقعا چیزی بود که بشه بهش اتکا کرد برای پایان خشونت ها؟ کاملا یک طرحی خوب بود. ای که در خودی تر مشکلاتی بود در این جای شکی نیست، منتها طرح بسیار جامع بود و یگانه چرا به این مصالحه نپیوست، یکی از عواملش که ما فکر میکنم یکی حس تمامت خواهی مسعود بود. مسعود ما البته برداشت که ما دارم، یک حسی که او داشت، او میخواست که جایگاه او طوری تعیین شود که او میخواد. و نه تنها ای امیتو مصالحه می هست، حتی حکمتیار هم اونطور یک تمایل داشت که باری او یک رول مرکزی داشته باشه و در انحصار قدرت در دست او بیاید. در ضمن دیگه در او زمان مصالحه بعضی پیشرفته و تماس هم گرفته شد. اونمون برکت اونمون مصالحه بود که چندین بار خود دکتر نجیب با رهبرای معنره و چندین بار ملاقات ها داشتن. ولی آقای محسن میگه این طرح مصالحه ملی نبود، با گفته ایشون طرح نفاق ملی بود. من این فهم چرا طرح مصالحه ملی نبود، یعنی من این فهم چی رقم بگویم که طرح مصالحه، من میگم کاملا طرح مصالحه. مثلا ایشون میگن یه سری از قماندان ها یا رهبران جنگی بعد از شروع این طرح دوباره تجهیز شدن، تسلیح شدن که به مردم زور بگن اینها از قومیت‌های خاصی بودن و به قومیت‌های دیگه ستم می‌شد و ادامه همون ماجراهای قومی بود. دیدی خب اینا از هر طرف آمدن، چی در تمام ولایت افغانستان به این رژیم پیوستن و اینا خود نمیتونه که در خانه خود بشینه. دولت راستی هم که یک پیشرفت بود برای تحکیم قدرت مصالحانه رژیم او وقت و این یک دستاور بود به او رژیم، یعنی پیوستن این جنگاوران محلی خودش دستاورد بود. طبعا دستاور. و اینا دوی چیز کرد، دو تمایل داشت. اینا پیوستن از اینا زمین را مساعد ساخت به پیوستن های دیگه و خصوصا در سال اواخر اشراط های بسیار بزرگی خود جنرال دوستم داشتن و یکی خود پایه نظامی دولت وقت قوی ساخت. در فصل بعدی زندگی مصالحانه و سیاسی احمد شاه مسعود ما جنگ بر سر کابل داریم. اینجا دیگه جنگ
کسانی بود که تا بن دندان مسلح بودند و بر سر مناطقی که غیر نظامیان توش زندگی میکردن میجنگیدن. فکر میکنید واقعا تاریخ شهر کابل رو میشه طوری نوشت که اسم احمد شاه مسعود رو به عنوان یک قهرمان ملی درش ثبت کرد؟ ما کمی برمیگردم به فرمایشات شنوری صاحب، بعد خدمت شما میرسم. مصالح ملی را اگر پیامدش را فکر کنیم، آنچه که در داخل جامعه افغانستان بود، چند چیز بد از او برای جامعه به میراث ماند. یک قومگرایی و دوم ثروت اندوزی حرام که یقیناً سلمال صاحب دهی قدمه اتفاق نظر داره که ریشه های جامعه افغانستان خوش کنده. اما بعد از اینکه دولت مجاهدین روی کار آمد و جنگ های تنظیمی شروع شد، به عقیده ما هیچ یکی از رهبرای جهادی از اینجا بدون تقصیر جان به سلامت نمیبرم، از جمله احمد شاه مسعود. از جمله احمد شاه مسعود، اگرچه برای من سخت است که این گپ را بگویم، به خاطر از اینکه احمد شاه مسعود از طرف دیگر جان خود در کف دست خود گرفته و ارتش سرخ به مذاکره وادار کرده و در اینجا احمد شاه مسعود شباهت پیدا میکنه در محمد الجزایری در قرن 19 و دقیقا امور رقمی که جنرال فرانسوی میگه من در سیمای از اون مسیح مشاهده میکردم، امو رقم به عظمت مسعود دشمنایش اعتراف کرده، من جمله محمود قاریوف. محمود قاریوف میگه ما وقتی قوا را در سوق دادیم در پنشیر، تنا از هوا ساعت 3 تن بم میریختیم، از زمین قابل محاسبه نبود. بعد از 3 روز من تصور کردم که دیکو دیگه موش و چلپاسه هم زنده نمانده و از امون کو ما شکست خوردیم. ما تلاش میکردم یک جایی را بیافهم که دور از چشم تیزبین خاد دکتر نجیب و کاجیبی باشه، به خاطر یک احساس انسانی، چون محمود قاری و فتله را شکست دادم. بله. و یک سلام بتوم دمیکو و بگویم که جنرال حقیقی شماستین. این نقاط قوت مسعود باید در نظر بگیریم. بعد من میگم بله، در جنگای کابل متاسفانه حتی احمد شاه مسعود هم به تقصیر نیست. ستالین هم جنگ جهانی را به پیروزی رساند، مگر یک دیکتاتور بود پسندتر و چیزش به این تاریخ ثبت شده. دیگه مسعود در این جنگ، جنگ اول کت حکمتیار شروع کرد و در مرحله دوم جنگ با اطلاف که هیچ نو هم خانی نداشت، ای مطالبین اینمی ائتلاف نه از نقطه نظر اتنیکی نه از نقطه نظر ایدئولوژیک و اینا ائتلاف کردن، اینمی امی ائتلاف شمال، بله، جبهه شمال. و این ائتلاف اصلا سرآغاز خود امی بحران قومی را تقویه بشید. جالبه، آقای محسنی میگه شروع این شکاف های قومی به همون طرح مصالحه دکتر نجیب برمیگرده. شما این رو نسبت میدید به اتحاد شمال، کدوم یک رو میشه واقعا موجه تر دونست؟ آیا جبهه شمال، اتحاد شمال واقعا منشأ شکاف‌های قومی بود یا به دلیل نوعی تقسیم کار بین جنگاوران، به دلیل مشکلاتی که از قبل وجود داشت و البته نپیوستن جنگاوران متعلق به قوم‌های دیگر تبدیل شد به اتحاد جنگاوران تاجیک و نام اول خو من موافق نیستم که جامعه قومی را در امی در یعنی باید امی خود روش مصالحه ملی یا شیوه مصالحه ملی ما با این موافق نیستم. او رژیم رژیم یک ایدئولوژیک بود، با میدی در اونجا رژیم نجیب در اونجا چیز بشار چیز بود در سطح فاین خود امی نفاق امی قومیت روی بشار ضعیب داشت، اونجا ایدئولوژی بشار مهم بود. جبهه شمال که گفتم ما به این موافق نیستم که و اینجا چیزی هم نیست که کماندان مسعود مراجعه کرده باشه به
قماندانای پشتون و اونا در این نپیوستند و مسعود روابط خوبم غیر از حکمتیار با دیگه قماندانا داشت و به مسعود احترام داشت و مسعود برای اونا از او جمله خود جلال الدین حقانی بود. بله. مگر این سوال است واقعا، مگر یک چیزی است که اینا را بین خود متحد ساخته و او امی سلطه پشتونا بود که امی چیز عنعنوی را، امی حاکمیت عنعنوی از بین ببره و نقش خود بارد بسه در شکلگیری نظام آینده. و اینمی اصلا باعث یه چیز میشه و نمی فهمید و بریزی وقتم نبود، بریزی وقت نبود و مشکلی عمده ای است که مسعود شناخت دقیقی نداشت یا آینده خودش جایگاه خودش برش مبهم بود که دامی چیز جور کرد، دامی اطلاع پجور کرد که هم به طرح ملل متحد نپیوست و یه بیم داشت، بیم از جایگاه خود داشت، از امو قوم خود که فکر میکرد یا از امو جریانی که وابسته ایجو. قبلا هم این رو گفتید، بذارید نظر آقای محسنی راجب این بپرسیم. آقای مسعود تمامیت خواه بود؟ یعنی پشت بعضی از تصمیم‌های خطیرش تلاش برای قبضه قدرت و نفوذ به نفع خودش یا جریان خودش میشه گفت؟ به نظر من مسعود یک صلح طلب واقعی بود. جنگ‌های کابل نشون داد که نمیشه گفت صلح طلب واقعی بود، نه؟ خیلی خوبه آقای کریمی، نکته خوب را اشاره کردین. من شخصا معتقد هستم که خود لغت قهرمان یک بار تاریخی داره و هر چقدر دورای تاریخ میریم این سیاه و سفید مطلق میشه. اما هرچی که معذرت میخوایم به زمان حاضر برمیگردیم، تنها سیاه و سفید نیست. هر کسی، هر شخصیتی، چه جهادی چه غیر جهادی، نقطه های قوت خود داره و نقطه های ضعف خود داره. من نمیگم مسعود یک معصوم و بیگناه مطلق بود، اما یک گپ هم قبول ندارم که در جنگای کابل بار اصلی گناه مسعود به دوش میکشید. این نیاز به تحقیقات داره. شما نگفتید بار اصلی رو مسعود به عهده میکشید، مگه اینکه الان بگید؟ کاملا نه مسعود گفتم در دو جبهه جنگی، هم با حکمتیار و هم با خود دمی اطلاف که ساخته بود. ای و بعضی مردم سوال میکنه که چون جنگ بین اتحاد اسلامی و حزب وحدت بود و ای چیز جنگی وا بود، جنگ خود شورای نظار و حزب وحدت نبود، در این شکی نیست. مگر این میتانیست که دمی جنگ مسلح شوه، مثل بسیاری مردم وقتی که جنگ در کابل شدت گرفت و بعض قماندان ها مانند عبدالحق بخی استعفا داد، خود امی جلال الدین حقانی با امی سابقه بعد خود او استعفا داد و مسلح شد. یعنی کسایی بودن که در همون مقطع تشخیص دادن که نباید چنین جنگی باشد، نباید شد و حذر کردن و اونا رای مصالحه را گرفتن بین وعدت و بین و نام اونا به عنوان قهرمان امروز برده نمیشه. ولی یه نکته مهم، مناسبات بین حکمتیار و مسعوده. من خیلی دقیق تاریخ افغانستان رو نمیشناسم، ولی با یه مرور کوتاهی یه مرتبه متوجه شدم که خیلی از این درگیری ها انگار در واقع جنگ بین دو، به گفته انگلیسی دو ایگو، دو شخصیتی که من قوی دارن هست، حکمتیار و مسعود، و خیلی از این ماجراها رو دعوای این دو شکل میده. چنین نیست؟ من چنین نظر را تصور نمیکنم درست باشه کریمی صاحب، به خاطر از اینکه مثلا به مصالحه ملی نجیب حکمتیار میپیونده ولی مسعود نمیپیونده. در جنگ های کابل این دو چهره اساسی بر سر کابل هستن و توپاران کابل. خیلی خوب است که هر دوی شما بزرگوارا مرا کمک میکنین که حافظه مخشوش ما خوب تر کار کنه. من پیشترم میخواستم در مورد فرمایشات سلیمان صاحب عرض بکنم که جنرال نبی عظیمی در صفحه 508 تا نمیفهمم 500 و چند این ماجرا را به خوبی شرح داده. یکی که گرایش ایدئولوژیک دکتر نجیب فروکش کرده، بلکه گرایش قومیش زیاد شده
و شاهد میاره که اگر من اجازه داشته باشم نام کسی را بگیرم، خدا کنه که او آدم از من دیق نشه، کسی به نام منوکای منگل خیلی نقش منفی بازی کرده بنابر روایت نبی عظیمی. و جنرال جمعه اسک یا اسک، بله تلفظ جزئیات نشیم، چون دارید راجع به مصالحه نجیب میگید که این مصالحه از همون زمان شکست خورده و همو باعث میشه که دوستم به قوتهای احمد شاه مسعود بپیونده. منتها یک نکته را باید در نظر داشته باشیم که جبهه متحد شمال در واقع جبهه کل افغانستان بر ضد طالبان بود. چرا که جنگی که مسعود ممتاز میسازه، یکی هیچگاه مسعود تاکسوزی نکرده طالبان کرد، هیچگاه مسعود درخت کنی نکرده حزب دموکراتیک خلق دجاجی و منگلی کار انجام داده. اما وقتی که جنگ می آید، یک چیز هم باید در نظر بگیریم که جنگ دیگه یک صحنه خشن است متاسفانه. مناسبت حکمتیار و دوستم گفتم، یعنی اگر یک کسی بیاد یک رمان تاریخی بنویسه در مورد این چند دهه افغانستان بر اساس در واقع رشد سیاسی و رهبریت این دو، و ممکن خیلی خواندنی خواهد شد، چی میشه گفت؟ آیا واقعا نقشی نداشته این تصادم دو شخصیت خیلی قوی، پرطرفدار و با نفوذ در تحولات افغانستان؟ یکی از رهبرای جهادی که من نامش نمیگیرم رفته بود دیدن آقای حکمتیار. آقای حکمتیار گفته تو آدم جالب هستی که رهرو نداری. او خنده کرده گفته از من کده تو جالب تر هستی، به دلیل از اینکه نمی کابل و ایران کردی که چرا دوستم با این دولت هست و آل نمی دیگهش و ایران میکنی که چرا این دوستم نیست. بله. امور رقمی که مرز کردم که متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت اسلامی رهبرها دچار ضعف شد. اجازه بتنیر تعبیر مذهبی شما بگویم، اینا در جهاد اکبر شکست خوردن. بله. و الا او جهاد یک حماسه بود به معنای واقعی. مسلمان ها فتح الفتوح نامید و آزادگان جهان جشن گرفته. بله. آیه چینواری، شما راجع به اتحاد شمال، جبهه شمال صحبت میکنید به عنوان یک میشه گفت جبهه قومی، ولی همین جبهه قومی یا هر چه اسمشو بگذاریم، یک، آیا بنابر مقتضیات زمانه شکلی که داشت رو پیدا نکرد؟ یعنی آیا مسعود واقعا میخواست مثلا به فرضی عده بیرون از جبهه شمال بمانند، در شرایطی که تمام تلاشش این بود و سفرهای دیپلماتیک کرد افسون بر جنگ و تحرکات سیاسی انجام داد افسون بر جنگ که تا اونجایی که ممکنه این رو قوی کنه علیه طالبان؟ کسی که این رو نادیده بگیره به نظرم در حقش بی‌انصافی کرده دیگه. تو مثلا من جبهه شمالی که میگم در آستانه سقوط رژیم دکتر نجیب، او تفاوت داره با او جبهه که اون جبهه شمال نام نگرفته بود اگه اشتباه نکنم، شاید من البته نمیدونم خب هر نامی که بود، من اطلاع اطلاع پسی هست و اطلاع بعد از در دوران مقاومت تفاوت داره. اونمو چیز که ماشاءالله مسعود خودش هم پای برد و امیر شما گفتین که دیگرا همکار نمیشن، خیر در این مرحله چطور همکار شد؟ اونجا هم دشمن مشترک بود، اینجا دشمن طالب بود، اونجا دشمن نجیب بود یا حزب دموکراتیک. منظور من همین مقطع دومه، در مقابل طالب جبهه شمالی که احمد شاه مسعود رهبری کرد، رهبری البته نظامی، رهبران سیاسی هم داشت، برهان الدین ربانی نقش بسیار مهمی داشت که نباید ناگفته بمونه. این جبهه تلاش کرد که تا اونجا که ممکنه همه رو شامل بشه علیه طالبان دیگه، مگه غیر از ما در این جبهه گفتم ما ایرا ای یک پیشرفت مثبت بود. اما شب از اشتباهات خود درس گرفته بود و به مو خاطر این جبهه واقعا یک جبهه ملی بود، یعنی تمام افغانستان شمول بود، در این قماندانای جنوب هم بود، از شرق هم بود و در این دستاورده اماشا مسعود داشت. یک نکته ای که مسعود باز هم برازنده تر می سازد، سلمال صاحب شما در اوائل فرمایشاتتون اشاره کردین به مرگ دکتر نجیب، مسعود دکتر نجیب نکشت، با وجودی که باز هم اتکا میکنم به گفته محمود قاریوف، شش سال تمام خاد و کاجبی هر دوتایش پشتزی میگشت که جایگاه خواب مسعود پیدا بکنه و ایره توسط بمبارد بکشه، نتونست. اما
مسعود بسیار جوان مردانه 5 سال تمام نجیب نگاه کرد. از جمله کسایی که خواستار اعدام نجیب بود ما بودیم. هر چقدر فشار آوردیم گفت محکمه عادلانه اسلامی، چون این محکمه دایر نشد، حاضر نشد، نه تنها نجیبه که حتی رئیس آکسای حفظ الله امینه که خیلی متهم به قتل است و من یقین دارم که او هیچی که نکشته باشه 4000 نفر کشته، حتی او را هم نکشه. اینا برازنده میسازه مسعود نسبت به سایرین، به سایر قماندانای جهادی و رهبرای جهادی. بله، مسئله اساسی اشاره کردین. بله، هم اصل ما اشاره هم کردم. در مجموع اگر شما باید داری تمام احزاب عفو عمومی اعلان کرد. من مثال میارم از خود صبغت الله مجددی که رئیس دولت موقت بود برای 2-3 ماه. اونم خودش میگه که 74 نفر مرا حزب دموکراتیک به شهادت رسانده، مگر من عجیبه میبخشم. ولی این کلیپش مجددی میگه. بله، یعنی عفو عمومی اعلان شد در می پلان ملل متحد شامل بود. آیا نباید اجازه میداد نجیب بره اگر عفو عمومی اعلام شده بود؟ از قضا بازم خیلی کوتاه. ما فقط در این پروگرام از کتابای اعضای حزب دموکراتیک خلق سند میارم. بازم جنرال نبی عظیمی را شرح داده که مفصلا که نیروهای دوستم نجیب با مقدار طلا از فرودگاه کابل دستگیر کرده و گلایه جنرال نبی عظیمی است که جنرال دکتر نجیبی را نگفته بوده که من میروم، فقط فشار می آورده که تو مسئولیت دولت موقت قبول کو، نگفته بوده که من میرم. اگر می گفت نبی عظیمی میگه من امنیت برش آماده میکردم میرفتم و نیروهای جنرال دوستم گرفت. اینا نیروهای جنرال دوستم نیروی جهادی نبود. بله، اونها مانع شدن. این کپ نیست منتها سکو یک وقت میاد که سلطا منحصر در دست شورای نظار در دست مسعود میمانه. ام نجیب است چه او اگر میخواست اونم وقت هم چرا و این تقاضای بین المللی هم بود، ملی هم بود، جمع کلان چیز. ولی شاید آقای شینواری، شاید مسعود به رغم میل باطنی خودش ناچار شده نجیب رو نگه داره و مانع خروجش بشه، برای اینکه فشار. شما یه جوری صحبت میکنید انگار مسعود سلطه بلا منازع داشت. مسعود هم احتمالاً تحت فشار بوده که نگذره نجیب بره. حتما تحت فشار بوده. اینه میرم بگم معذرت میخوام بوده سعی کنم. خرابترین قماندان چیز از چی نام داره امی حقانی که مر جلال الدین حقانی در سال 1988 چند نامه می نویسه میگه شما تسلیم شوی حفاظت شما به دست ما. میگه البته ولی میگه امی تور کردم در زمانی که در پیش از او بچه ها مردم کنید، مگر در آخر این شاید مایل خودش هم نبوده. بله، بذارید ببینید آقای محسنی جوابش به این نکته چیه. تا جایی که من خواندم و شهودی هم در لندن حتی حاضر است که وقتی دولت اسلامی از کابل شکست می‌خورد و جایش امارت اسلامی طالبان می‌گرفت، اینا برای دکتر نجیب گفته بیا که شما رو ببریم در پنجشیر. قبول نکردن خودشون. خود نجیب در سازمان ملل مانده و بعد وقتی که طالبان آمده اولین کاری که کرد امو بود و تنها کار طالبان که از سوی مردم افغانستان استقبال شد امی بود. به این دلیل که اگر غیر از نجیب کسی دیگه از اعضای حزب دموکراتیک خلق مصالحه ملی را اعلان میکرد احتمال داشت موفق میشد. نجیب در زمانی که رئیس خود بود هم بسیار انسان کشت، اسنادش معلومه، من در فیسبوک شما میمونم، و هم ای که بسیار چهره منفور بود چون دیوار اعتماد حتی بین خانواده ها شکست. تجسم. ما شاید یه موقعی بحثی هم راجع به نجیب ضبط کنیم. این بحث هم ما در مورد احمد شاه مسعوده. ما نباید به مراحل بعدی در حیات سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود بریم بدون ناگفته گذاشتن ماجرای افشار. قتل عامی که گفته میشه در اونجا در جریان جنگ های کابل انجام شده در غرب کابل دیگه.
اونجا نقش احمد شاه مسعود شما چجوری ارزیابی میکنید؟ در شرایطی که احمد شاه مسعود وزیر دفاع است دیگه، در رأس نیروهای نظامیه، در منطقه تحت کنترلش، یک در وقتی میگم تحت کنترل یعنی در کابل، جایی که اون میتونه به نیروهای خودش بگه چنین بکنین چنان نکنین، یک قتل عامی رخ میده. ظاهر امر جنگ بین حزب وحدت و احمد شاه مسعود بودم. من خیلی ایره به افتخار میگم که رهبرای جهادی را هرچقدر مصاحبه‌ای شدیدم، مثلا استاد سیاف، مسعود خلیلی، یکی از قماندانای مسعود ریگستانی، اینا مردانه از مردم کابل معذرت خواستن بابت مظالمی که شده و طبعا این قتل عام افشار هم دبر میگیره. فکر میکنید مسعود میتونست مانع قتل عام در افشار بشه؟ برای بیننده هایی که کمتر مطلع هستند، بیننده هایی که در ایران ممکن علاقمند به مسائل افغانستان باشند، باید گفته بشه در جریان جنگ های کابل، یک محله در غرب کابل محل قتل عام تعداد زیادی غیر نظامی شد و البته خیلی از نیروهای نظامی طرفین هم کشته شدن، به این دلیل که بین احزاب مختلف، حزب وحدت اسلامی که متعلق به هزاره ها بود دیگه و احزاب دیگه، جنگ در گرفت و نیروهای حکومت میخواستن اونجا رو اشغال کنن و در این تلاش برای اشغال اونجا خیلی از غیر نظامیان رو از بین بردن، نه فقط قتل بلکه غارت، تجاوز انجام گرفت. سازمان ملل به این اعتراض کرد. آیا مسعود که وزیر دفاع بود نمیتونست مانع از این بشه که نیروهاش و نیروهای مؤتلفش، از جمله نیروهای سیاف دیگه، اگه اشتباه نکنن چنین کاریو؟ وقتی که من با دوستای نزدیک مسعود ارتباط گرفتم، اونا اسناد را و شواهد را برای من بیان کردن که مسعود بسیار مجدانه تلاش کرده که هیچ کسی کشته نشه، هیچ تجاوز صورت نگیره، و اما نیروهایی که اونجا میره نیروهای مسعود نبوده بنا به گفته طرفدارای نزدیک مسعود. از طرف مقابل کاملا گناه را سر مسعود مندازن. نیروهایی کی بوده این رو نیروها اونا گناه را سر خود نیروهای حزب وحدت مندازن. اینجا یک کمی مسئله قومیت و اتنیکی هم مطرح میشه. افشار امور خم که از نامش پیداست، محله سکونت کسایی بوده که با نادر افشار در کابل آمده بودن. نادرشاه ایرانی ها. و اما در هر صورت فاجعه بودایی را کسی منکر شده نمیتونه. ای که مسعود چقدر مسئول است و حزب وحدت چقدر مسئول است یا جناهای دیگه، به نظر من به یک تحقیق نیاز داره. نمیتونیم نقش مسعود نفی کنیم در این جنگ. در این جنگ که بعد از نمیتونیم به دلیل اینکه وزیر دفاع بود و رهبر نیروهای نظامی. طبعا مسعود دست داشت و دست بالایی داشت و قماندانایی هم هست که از شورای نظار بودن و در این جنگ ها سهمی بسیار فعال گرفتن. بله. آیه محسنی، مسعود چجور رهبر جهادی بود؟ آیا میشه گفت یک اسلامگرای بنیادگرا بود؟ آیا میشه گفت یک دموکرات بود؟ برای اینکه شواهدی در تایید هر کدوم از اینها هست. شما که از مسعود دفاع میکنید، آیا در مناطقی که سالیان سال تحت اشغال داشت یا تحت کنترل داشت، بهتره بگیم در شمال، آیا یک کارنامه از خود به جا گذاشت که بگیم یک دموکرات بود یا نه یک اسلامگرای بنیادگرا بود که اگر میموند کارنامه بهتری نسبت به اسلامگرای دیگه نمی داشت؟ ما شواهدی داریم که مسعود کارنامه درخشانتر داره نسبت به سایر قماندانای جهادی. من باب مثال سال 1368، 58 جهاد شروع شد، لیسه در پنشیر فارغ التحصیل داد. این کار مثبت است. ما معلم بودیم در هزار جهاد، هیچ کسی ما را تقویه نمیکرد. و وقتی که این اخبار ما از رادیوی بی بی سی هم بیشتر میشنیدیم که مسعود برای معلمین خود معاش تعیین کرده، مسعود برای اطفال کتابچه مهیا کرده، قلم مهیا کرده و خرج خود از کجا تأمین میکنه، 5% از درآمد مردم پنشیر سالانه می گرفتن. حتی از دستگیر پنشیری که وزیر و یکی از افراد سرشناس حزب دموکراتیک خلق بود.
اینا کارهای مثبت مسعود بود و اندیشه مسعود از ابتدا هم آزاد بود نسبت به سایرین و تا وقتی که در مقابل طالبا جنگید که قهرمانانه جنگید، باز مرحله دوم قهرمانی خود را تثبیت کرد، در اونجا آزاد اندیشتر شده بود. اگر مسعود می بود به نظر ما افغانستان دچار این همه فاجعه نمی شد. چنین یک دموکرات بود یا یک بنیادگرای اسلامی بود؟ اگر به سابقه او ببینیم، شروع به بنیادگرایی که در یک جریان پیوست که او جریان اسلامی رادیکال تبلیغ میکرد، اما پسانترا مسعود راستی که عوض شده بود و ما موافق هستم که تمایلات دموکراتیک داشت، مگر در عین وقت آدم مؤمن و معتقدم بود یک رژیم معتدل اسلامی را میخواست که در افغانستان شد، یعنی دینم برش یک ارزش بود و آدم اگر بگویم سکولار نبود، مگر یک اسلام معتدل پیروش بود. و این که سکولار نبود قطعا نبود، من یاد بخشی از مصاحبه همسر احمد شاه مسعود میندازه، آقای محسنی، قطعا سکولار نبوده، ولی اینکه چه نوع اسلامگرایی بوده از اون مصاحبه پیداست. مصاحبه البته در مورد خاطرات همسر احمد شاه مسعوده، ولی در این مصاحبه همسر احمد شاه مسعود میگه که مسعود نمیخواست حتی مردان فامیل خودش هم چهره من رو ببینن. من این کتاب خوندم، وقتی من به این نکته رسیدم واقعا متعجب شدم و منتها نکته های دیگه ای را میگه که خب خیلی احترام داشته به زن خود، دیک میکده، آشپزی میکده و بسیار نرم خوی بوده. یک شاهد دیگه ما داریم که در دوران جنگ با طالبا یک کسی از وطندارای پشتون میره در پنجشیر، بچهش اسیر بوده و طبعا اسیری که شده بوده برای کشتنی از اون آمده بوده یا شاید انسانهایی را کشته بوده. مسعود در بازارک پنجشیر گیر میکنه، ازش میپرسه که اجازه میتین که بچه من رها شوه؟ و ای وطندار پشتون در وضعیت خوبی نبود از نظر مالی. مسعود پول از جیب خود میکشه برای ازیمته و میگه مادر جان، اگر بچه ایت ملا عمر هم باشه تا صبح امینجا برات میرسونیم و آزاد میکنیم. و ای را میکنه واقعا. و در دوران دولت اسلامی یا دولتی که مسعود سر زود قدرت بود، تمام کارمندا سر کار می رفتن. بینش مسعود، بینشی به نظر ما از برگرفته شده از کتابای سید قطب ابوالعلا مودودی بوده که کتابهای نسبتا خوب است در دوران خود، اما حال کسایی که ضد از این دیدگاه استدلال میکنن میگه امی دیدگاه ها بوده که از روی زود طالبان و بنیادگرایی های بیشتر پیدا شد. بله. چون ممکنه این کتاب رو بخونی برداشت دیگه ای از مثلا حجاب زن بکنی، ممکنه بخونی و در این حال بگی که روی تو رو حتی مردان فامیل خودم نبینن، که من هم مثل شما وقتی این بخش از این مصاحبه رو خوندم بسیار تعجب کردم. دلیل امور خانومش ذکر میکنه نه؟ که وقتی من پرسان کردم که چرا مرا نمیمونی برادرای تو ببینم، گفت من به حد تو را دوست دارم که نمیخوایم غیر از من هیچ کس تو رو ببینم. بله، این تمامیت خواهی البته، فقط من تو رو ببینم. خوب دیگه آیه شینواری، اگر مسعود میموند افغانستان کنونی متفاوت میبود و اگر متفاوت میبود به سمت بهتر یا بدتر؟ میدونم سوال فرضیه ولی سوال جالبیه دیگه. دو روز پیش از 11 سپتامبر او رو ترور کردن و اگر ترور نشده بود به فاصله کمی در رأس نیروهای جهادی شمال حداقل بگیم قرار میگرفت، در جنوب کسان دیگه مدعی بودن. اگر میموند چی میشد؟ سه مشکل داشت مسعود. یک مشکل، یک بی‌اعتمادی که در طول سالا با امریکایی داشت، اونا سریزی اعتبار نداشت و ای از وا و تقاضای وا یک چیز و تقاضای دیگه. و مسعود سریزو منایس یک میلیگارا بسیار پایستادگی میکرد و او مسئله پاکستان بود، دخالت پاکستان بود. ای که چقدر امریکایا کتیدی تا ای اتمنی مناسبات
پیچیده‌تر به اضافه اینکه آمریکایی‌ها سوزن داشتن به مناسبت مسعود با ایران. دیگه مسئله خود روابط بسیار نزدیک با روسا چی در وقت جهاد بود چی بعد از حاکمیت خودش بود. این رو میگید که چه نتیجه‌ای بگیرید؟ بله با این سابقه یک ذره مشکل بود چون در افغانستان اونا دستی اول داشتن. بله. یکی برای مسعود کدام جایگاه میداد این بسیار مهم. اما مسعود گفتم که یک حسی چیز داشت که باید در یک رده بلند باشه. بله. این همین مشکل رو من چیزی دیگه که خوب داشت او عزت نفسی که مسعود داشت و پیشتر هم گفتم صفات خوب ایاری و کاکایی که داشت یک درس میشد و مسعود دیگه توانه یه چیز داشت یک اطلاب و یک جبهه دیگه میتونید یک محور شود برای در افغانستان پس از طالبان. خیلی کوتاه اگر مسعود میموند به نظر من وضعیت افغانستان یقینا بهتر بود. منتها تذکر از این نکته هم واجب است که من پیشنهاد میکنم امو رقمی که کارل پاوپر میگه ما اگر بخواهیم که تمدن ما باقی بمانه و آبادی بقا و پیشرفت کنه باید آدمای بزرگ نقد کنیم، چرا که آدمای بزرگ اشتباهات بزرگ مرتکب میشه. انشالله که چنین بتانیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه عبدالوکیل سلمل شینواری و زهیر محسنی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.